اون تا الان خیلی پسر خوبی بوده، میخوام براش جایزه لواشک ببرم. لواشک جایزه پسر خوشگله، چون که تا الان هنوز خرابکاری نکرده و کم پیش اومد یکی به این نقطه برسه. بعد میخوایم بریم سینما، یه فیلم ایرانی هست اومده اونو ببینیم که غیرقانونی منتشر شده، خانم توش بی حجابه و خانم میرقصه و اینا، و دوست داریم که حمایت هم بکنیم از این داستان دیگه. من که همین با دوستم میخواییم بریم کادیکو. دوستم ایران زندگی میکنه، الان اومده سر بزنه. شهریور تموم شده دیگه، قیمت پروازم اومده پایین، خیلی ها دارن بلیت میگیرن بیان سر بزنن که خب خیلی خوبه، ولی دیگه من هر روز تقریبا هی باید برم آدمایی که مثلا از ایران اومدن رو ببینم که خوشحال میشم و دارم، ولی یک کوچولو قور میزنم. توی ویدیو که گذاشته بودم با کیارش خیلی من مثل این که بد میزنم این رژگونه رو و مثلا بدجاوا اینا میزنم، یکی ماده بود گفته بود انگار صورتت سیلی خورده، از اینجا به اینجا نباید بزنی، فقط باید این تیکه رو بزنی، به اینجات نباید بخوره و اینا. و دیگه من امروز میخوام تلاشم رو بکنم که یه جوری نشه که انگار صورتم سیلی خورده. لباسم اینو میخوام بپوشم که توی نوروز خریدم فکر کنم، وقتی مام بابا اومده بودم بهم سر بزنن و اینا، بعد اتوش کنم اتو بخارم و گذاشتم که گرم بشه آبش به جوش بیاد که بتونم ازش استفاده بکنم. خیلی راضیم از اتو بخار، چون اتو دستی اتو میزی من همیشه لباسامو باش میسوزونم، یعنی همیشه لباسامو میسوزونم باش، نمیدونم چجوری مردم میتونم باش کار کنن. و من بابام بنده خدا قبلنا جمعه شب یک ساعت و نیم دو ساعت فقطش لباس رو تو میکرد، لباسای خودش، لباس من، لباس داداشم، لباس مامانم که مثلا هفته شروع میشه و اینا، مرتب و ترتمیز باشیم بریم سر کار و مدرسه و این حرفا. دلم تنگ شد واسه زندگی با خانواده. و یه چیز جالبی هم که داداشم اومده بود اینجا به هم گفت، ازم پرسید که تو اگه ایران بودی الان فکر میکنی که یعنی هنوز مثلا داشتی تو خونه مام بابا زندگی میکردی؟ و من راستش با عقل الانم فکر میکنم اگه برگردم ایران میرم خونه مامان بابام زندگی میکنم، یا به مامان بابام میگم خونه رو عوض کنیم بریم یه خونه با یه مشخصات دیگه که مثلا چه میدونم یکم بزرگتر باشه. حالا بزرگشون که مهم نیست، راستش به اندازه کافی بزرگ بود خونمون، بیشتر از همه مثلا پارکینگ اضافی داشته باشه و از اینجور حرفا، و با مامان بابام زندگی میکردم، چون که مسئولیت ها میشکنه کارا کمتر میشه. خب الانم براشون جا افتاده که من یک انسان مستقلم، فکر نکنم اگه مووین کنم به خونه مامان بابام اصلا بهم سختگیری بکنن یا اذیت کنن و اینا. ناخونام هم قرمز شده، این دفعه که رفتم ترمیم بکنم تصمیم گرفتم قرمز بزنم به مناسبت اینکه پاییز اومده. و یه تئوری هست روی تیک تاک خیلی معروف شده بود به اسم ردنل تئوری، خب که این بود که میگفتش که خانم وقتی که لاک قرمز میزنن خیلی توجه بیشتری از مردا میگیرن، مردا بیشتر ازشون تعریف میکنن و مردا بیشتر کارشون رو راه میندازن و باهاشون مهربونن و از این جور حرفا. تا این لحظه من تریتمنت خاصی نگرفتم، یعنی کاملا مثل قبل بوده، من تفاوتی احساس نمی کنم با زمانی که ناخونام صورتی و کرم و از اینجور حرفا بود، فکر نمی کنم اونقدر عوض شده باشه. اینم اتوی بخار، می بینی بخارشو، خیلی چیز خوبیه. دیدی بلاگرها هرش میبینن تعجب میکنن، ولی خط نمیندازه دیگه مثل اتو دستی، اتو دستی نه اتو میزی. به یک کلمه خنددار دیگه هم که من اشتباه میگم به کتری برقی میگم آبجوش کن،
و خودم واقعا نمیفهمیدم اولش، هی با جدیت کار برمیگشتم میگفتم، هی قر میزدم میگفتم آب جوش کنه من خیلی بد رنگه، صابخونم واقعا مثلا بد سلیقه کرده سر انتخاب رنگ آب جوش کنم. من اینو با جدیت به آدما میگفتم و همه اینجوری بودن که آب جوش کن دیگه چیه، من خب اینجوری بودم که همون که آبو توش جوش میکنی دیگه، بعد مثلا چای درست میکنی قهوه درست میکنی و اینا. ولی خب مثل اینکه خیلی همه نمیگن آب جوش کن، ولی به نظر من واقعا منطقیه آب جوش کن، یعنی چیز خیلی رندومی نیست، بهش میاد آب جوش کن. خیلی دوستش دارم، احساس میکنم به اندازه کافی نتونستم بپوشمش این تابستون. بعد چند شب پیش دربی بود، مسابقه استقلال و پرسپولیس بود. حالا ما ایران بودیم که بابامون مثلا میشست نگاه میکرد و خیلی پیگیری میکرد، از خونه همسایه صدای جیغ و داد و تشویق و دعوا و اینا میومد، من استانبولم صدای جیغ و داد و صدای جیغ و داد و تشویق و همه چی بازم همینجا میومد، من همسایه ایرانی دارم، داشتن سر شادی میکردن سر گلایی که میزنن و اینا، و من واقعا اینجوری بودم که کیمیا جون بختت. بعد بازی هم مثل این که عراق بوده و داشتن مسخره بازی در میآوردن تو توییتر که آره تنها دلیلی که توی عراق برگزارش کردن این بوده که ثابت کنن عراق وجود خارجی داره، چون یه جوکی هست کلن که همه میگن که هیچ کس عراق نرفته، هیچ کس هم هیچ عراقی رو ندیده، مثل استرالیا هستا که بعضیا معتقدن استرالیا وجود خارجی نداره، مثلا الکی میگن استرالیا وجود داره، یه قاره ای هست مثلا چه میدونم کلی آدم هستن اونجا و اینا، مثلا هی میگن که این الکیه، مثلا الکی تو فیلم ها مثلا میگن، یا میرن چه میدونم توی جنگلی توی جای فیلم میگیرن، مثلا توی کشورهای دیگه تو قاره های دیگه میگن اینجا استرالیاه. بعضی کلن توهم تئوری توته و اینا دارن، احساس میکنن همه چی دروغه، اونا احتمالا بیشتر با این داستان مشکل دارن دیگه. بچه‌ها من یه چیزی بگم، اینو واقعا نمیتونم دهنم ببندم با اینکه خیلی تلاشام کردم دهنم ببندم. بچه‌ها من خیلی ناراحتم که داره مصرف مواد مخدر خیلی عادی سازی میشه. من اصلا فضول و چشیخور مردم نیستم که میخوان مواد مصرف کنن یا نه، ولی این عادی سازیش خوب نیست، چون که ما آموزش رو ندیدیم، آموزش لازم رو. خب و خیلی ها از مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره خبر ندارن، و مثلا گل وید یه دونه ماده مخدر خیلی در دسترسه و قیمت مناسبیه توی ایران، به آدم ها راحت با دو تا تماس میتونن با چم 200,000 تومان پول 300,000 تومان پول بگیرن و بکشن، و ممکنه اون آدم زمینه اسکیزوفرنی داشته باشه، خودش خبر نداشته باشه که آقا چه میدونم دایه پدر بزرگش اسکیزوفرنی داشته، اینم توی ژنش هست، با کشیدن این وید اون ژن فعال میشه، و خب واقعا خطرناکه و واقعا اون آدم آسیب میبینه. مثلا اینا خیلی نگران کنند دست به نظر من، چون میگم آموزش وقتی نبوده نباید عادی بشه یه چیزی، این نظر شخصی منه، ولی من اصلا با کسی کار نمیرم سراغ کسی تو چرا داری مواد میکشی، موافق نیستم که با مواد موافق نیست، بلی بهتره بیشتر توضیح ندم، موافق نیستم خب، ولی کلن هم خیلی ریسک داره، حالا اگه کسی هم میخواد بکشه باید در جریان ریسکش باشه که ممکنه بیماری هایی مثل اسکیزوفرنی رو خیلی تشدید بکنه، و مثلا اسکیزوفرنی واقعا زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار میده روز و شبش رو، یعنی یه بیماری جدیه، خیلی کسایی که اسکیزوفرنی دارن اذیتن و توی روزمرهشون هم هی میبینن تاثیر این اسکیزوفرنی داشتن و اینا، یعنی چیز ساده و الکی نیستش. اینو دوست داشتم یادآوری کنم که بازم به ما ربطی نداره، مخصوصا مثلا کسایی که خیلی سن پایین هم به نظرم نباید بهشون خیلی نمیدونم، یعنی مثلا خیلی بحث زیاد میشه سر اینکه ایده خوبی هستش که لیگالایز بشه یا نه، به طور قانونی دسترسی باشه یا نه. بخوام مثلا شکنم که اوکی به طور قانونی دسترسی باشه، حداقل اون مافیا به وجود نمیاد، اون اقتصاد زیرزمینی به وجود نمیاد، که خب ما خیلی از این بابت خوشحالیم، و به بچه های زیر سن قانونی هم مثلا خب احتمالا اون مغازه ها وید نمیفروشن دیگه، که اینم باز خیلی خوشحال کننده است، چون که ما تو ایران داریم میبینیم که بچه های زیر سن قانونی بچه های مدرسه‌ای دارن وید میکشن،
واقعا یه فاجعه ای داره اتفاق میفته از این نظر. و خب اگه قانونی بود دیگه مثلا این دیلرا نبودن، این مواد فروشه مثلا رندوم نبودن، یه سری آدم بودن یا یه سری مغازه بودن که مجوز داشتن، کنترل شده تر بود حداقل شاید، یا شاید مثلا دوزشون میووردن پایین، مثلا تاثیرش رو کمتر میکردن. چون من که خیلی مخالف این چیزام، خب ولی من فکر میکنم با توجه به تجربه خیلی زیادم تو این دنیا، نمیشه جلوی مصرف یه سری چیزها رو گرفت. تو بالا بری پایین بیای، مردم یه درصد قابل توجهشون قراره مشروب بخورن، الکل مصرف بکنن، پس چه بهتر که کنترل شده باشه، حداقل کور نشن یا معده‌شون از دست ندن یا مسموم نشن بمیرن از بابت اون الکلی که خوردن. وگرنه من خودم الکل به طور کلی حال نمی‌کنم اونقدر باهاش، واقعا آسیب زننده است به بدن. یا حالا ویدو مثلا چه می‌دونم کلن دراگ و مواد مخدر و اینا، متاسفانه حالا یه سری آدم مثلا که استفاده میکنن، چه بهتر که حداقل تو سیستم ثبت شده باشه که کنترل شده باشه، چون نمیشه ازش جلوگیری کرد. چه بهتر که دولت بیاد مدیریتش بکنه. نمیدونم، خیلی پیچیده است، ولی خیلی خیلی زیاد پیچیده است و مثلا منم جواب درست ندارم براش. مثلا دارم هنوز خیلی فکر میکنم که مثلا چیکار میشه کرد، چه واکنشی باید نشون داد. ولی دنیای ترسناکی شده. و اصلا ببین این تشنه بودن و آتشمون واسه دوپامینه دیگه، هی میخوایم دوپامین ارزون بگیریم. من خودم همینم، حالا شاید من سیگار نکشم، وید نکشم، چه میدونم ودکا نرم بالا و اینا، اما خب منم از روشهای دیگه، از سوشال میدیا هی دنبال دوپامین ارزون و سریم، یا چه میدونم از فعالیت‌های دیگه میخوام سری دوپامین بگیرم. فیلم میشینم، من همش دارم فیلم نگاه میکنم، دوپامین الکی، در حالی که خب اونقدر که مفید نیست، اونقدر که تاثیرگذار نیست فیلم نگاه کردن من، چرا من باید دوپامین بگیرم از اون بابت؟ یا سیگار و الکل و وید و ماریجوانا و اینا واقعا آسیب میزنه. اینو من پاشوایی میستم، یکی از عوارض مصرف گل اینه که میگن گل عوارض نداره، اینو من پاشوایی میستم. ولی کلا قطعا در آرامش و امنیت باید این آدم هم زندگی بکنن و دسترسی به سیستم درمانی داشته باشن، و اگر آگاهانه دارن انتخاب میکنن، انتخاب خودشونه. مهم اینه که مثلا آموزش داده شده باشه بهشون که چه تأثیر روی مغزشون میذاره، چه تأثیر روی بدنشون میذاره، و مثلا میتونه کلن چه شرایطی رو به وجود بیاره احتمالا، و آموزش هم ببینن که ما مثلا چی کار کنیم، اووردوز نکنیم، اگر یکی اووردوز کرد چه واکنشی باید نشون بدیم. اینجور چیزا مثلا بالاخره باید سازماندهی بشه، یه سیستمی باید یکم بدونه کنترل کنه، چون واقعا از کنترل خارج شده به نظرم و تو مسیر خوبی نیستیم ما. خیلی حرف زدم، بریم. It's funny.
امروز رفتم یکم خرید خونه کردم، یخچال خالی شده بود دیگه. بذار بهتون نشون بدم. اینو گرفتم که هندیه، یعنی ترکی میشه چی؟ میشه بوغلمون. آره بوغلمون گرفتم. من بوغلمون رو کلا ترجیح میدم به مرغ، به نظرم خوشمزه تره، پروتئینش هم بیشتره، چربیش هم کمتر، از این نظرها خیلی بهتره. و اینکه انگور خریدم که باید بشورم، هنوز نشستمش، الانم میخوام غذا درست کنم. این مرغ از قبل گذاشته بودم بمونه، یکم هم ادویه و اینا زدم بهش. الان پیاز رو گازه که یکم گاز که داغ شد اینو اضافه کنم بهش، احتمالاً ربم بزنم بهش، نمیدونم. حالا این آب مرغه بهش آب اضافه کنم یه کوچولو، به نظرم آبم بریزم روش، خیلی حاله یه جوریه. وای احساس میکنم زیاد شد. واقعا زشته که آشپزی اصلا بلد نیستم. بکن الان یه همچین چیزی رو من گذاشتم روی گاز، واقعا جالب نیست، پیشنهاد نمی کنم. ربم الان بهش اضافه کنم، یعنی زردچوبم بزنم فکر کنم. این رب رو مامانم درست کرده، از ایران واسم فرستاده، چون اینجا قحطیه میدونید که. یه انقدرم رب اضافه می کنم بهش. چیر جر. این دفعه بهش سرکه اضافه میکنیم که تمیز بشه قشنگ، سرکه سفید. اینو دیگه میذارم یه ربع حداقل بمونه، بیشتر میذارم راستش، من اصولا یکی دو ساعت میذارم بمونه که قشنگ تمیز بشه، خیالم راحت بشه. وضعیت مرغ هم اصلا خوب نیست، یعنی واقعا ظاهرش هم زایه و آبروبرنده است. این عکسش رو بذارم همه تون آنفالو میکنید. بعد کلاس دارم، کلاس بار دارم، میخوام برم تمرین میکنم. بعد از دو سه هفته که نتونسته بودم کلاس دارو شرکت کنم به خاطر دنبالشم، خیلی ذوق اونم دارم. میخوام برم بازار هفتگی. تو استانبول کلن هر محله یه روزو بازار میشه دیگه، میان بساط میکنن، میوه و سبزی و اینا میفروشن، خیلی تازه تره، قیمت هم مناسب تره دیگه. بریم من یکم میوه بخرم، چون مصرف میوه هم خیلی پایینه. بعد خوشحال نیستم از این بابت، بعد مامانم هم خیلی نگرانه، این شکلیه که میوه بخور، میوه بخر. بعد چون که اکثر اوقات که میوه میخرم خب خراب میشه، مشکل من اینه. ولی بریم، هوام خیلی خوبه امروز و انقدر وایب خوبی داره اینجا، نگاه کن اصلا ناز، خیلی خوشگله. به به، احساس میکنم که زندگی قشنگه، امروز حس خوبی به زندگی دارم. حالا دیشب نزدیک بود خودم رو چیز کنم، ولی الان این شکلی هم که وای به به، چه شهر قشنگی، چه ویوی دارم من، چه تخت نازی. که پنیری گرفتم، خیلی خوشمزه است. خراب کردم این چیزشو فکر کنم.
دستم یه لحظه سوخت جیبشو. حالا اینجوری صاف نمیشه، یه لحظه برگش اینا گرفته بودم روش نابود شده دیگه. چرا چیز نمیشه؟